درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از englishforpersians.com. درس امروزمون در رابطه با possessive adjectives هست، یا صفتهای ملکی. اون صفتهای ملکی چیزهایی هستن که ما ازشون استفاده میکنیم برای اینکه در رابطه با داشته هامون صحبت کنیم. اگر درس ها رو دیده باشید، درس های پیش از این رو یک درسی داشتیم به نام have got. تو اون درس در رابطه با داشتن هامون با صحبت میکردیم، آن برای گفتن چیزهایی که داریم یا کسانی دیگری دارند در مورد اونها صحبت میکردیم. این درس هم یه جورای مرتبط هست به اون درس و در کامل کننده اون درس هست. اگر که بخوایم حالا در رابطه با داشتن هامون بیشتر صحبت کنیم، باید از صفتهای ملکی استفاده کنیم که استفاده زیادی داره و احتمالا خیلی هاش رو میدونید و باهاشون آشنا هستید و کار کردید، و این درس میتونه مروری باشه بر کل اونها، و یا اگر مطلبی رو درست نمیدونید میتونه کاملش کنه. اوکی، پس بریم سراغ درس. این سری واژه هایی رو که اینجا دارید میبینید، اینها همون سابجکت های ما هستن، کنندگان کار جمله ما و کسانی که در واقع در ابتدای جمله میان توی جمله های ما. اما ما نمیتونیم از اینها برای داشتن ها استفاده کنیم. مثلا من نمیتونم این چیه؟ I. اوکی. من نمیتونم بگم، میخوام بگم مثلا این چشم منه، بگم I. نه. یا مثلا I hand. نه. همچی چیزی رو نمیتونم انجام بدم. به این ترتیب من باید از صفت ملکی مناسبش استفاده کنم. خب کمتر کسی هم پیدا میشه که بیاد بگه I hand یا مثلا I همچین چیزی. ولی برای you چرا این اتفاق میفته و میگن مثلا you hand، که این درست نیست، اشتباه این شکلی خب زیاد میشه سر کلاسای من حداقل. بچه‌ها همچین چیزهایی با همچین اشتباهاتی البته وارد میشن، موقعی که خارج میشن همچین اشتباهاتی وجود نداره. anyway، خب بریم سراغ صفتهای ملکی که باید داشته باشیم، باید استفاده کنیم وقتی که ما میخوایم. اگه نمیتونیم بگیم آی، خب باید چی باید بگیم به جاش؟ احتمالاً میدونید، اگه میدونید بنویسیدشون، ویدیو رو نگه دارید خودتون بنویسیدش و بعد ویدیو رو پلی کنید، چون حالا من میخوام این رو بنویسم. اوکی، پس آی رو میگم مای. من میگم مای هند، مای آی، مای هد، مای فیس. اوکی، پس از مای استفاده میکنم برای گفتن هر آن چیز که دارم. آلرایت، ساده است. بعدی یو هست که یه رر کم داره برای اینکه صفت ملکی بشه. به این ترتیب بعدیش میشه یور. یور هند، یور فیس، یور آی، your head، هر چیزی، your house، your money. بعدی برای he داشتن، مالکیت های he، باید از his استفاده کنیم. his hand، his job، his house، his wife. اوکی، موردی که بیشتر به بچه ها باش مشکل میخورن she هست، و همونطور که ما از he his رو میسازیم، میخوان از she she's رو بسازن و یه فقط صده بذارن اون آخر. نه، همچین چیزی نباید بشه و این اتفاق میفته بیشتر وقتها، اما ما چیزی به عنوان شیز نداریم. اوکی، پس صدای ش توی مالکیت نداریم، درست؟ هی، هیز، شی، باز ه، صدای ش میبینید که توش نیست. این رو یه اگر یه وقت گیر میکنید که من دارم درست میسازم یا نه، هر درست بود یا شیز درست بود یا کدوم، خاطرتون باشه ش صدای ش نباید باشه. اوکی، پس اونی رو که بدون صدای ش ساختید درست هستش کدومه؟ ه. پس هیز و ه، هیز برای مرد، ه برای زن. مورد بعدی مالکیت شیء، مالکیت شیء به چیزی. مثلا یه صندلی پایه داره، پا داره، من میخوام بگم پایه مال اونه، پایش پایان، یا مثلا یه صندلی، یه میز. اوکی، پس من میگم its leg. اوکی، من در رابطه با یه تیبل دارم صحبت میکنم، میگم its leg، پاش، پایش. و این یه واژه دیگه هم داریم که به همین ترتیب تلفظ میشه، میگیم its. مثلا من میگم its a table. اینجا its در واقع مخفف it is هستش. بذارید تو بنویسمش. چی شد؟ یه مورد بیشتر شد. اوکی، این پن رو من بردارم. اوکی، مورد ایتس اینجا بنویسمش. اوپس،
چیزی نوشتم. اوکی ایتس، مورد ایتس با این یکی ایتس فرق داره. این یکی آی تی آپاستروفی اس هست، اوکی؟ و این آپاستروف داره به من نشون میده که این چیه؟ یه مخففی هست، یعنی این یه چیز بزرگتری بوده. بزرگتر و کاملش چی هست؟ ایت ایز هست، اوکی؟ من ایت ایزش رو کردم ایتس. پس وقتی من میگم ایتس ای تیبل، اون وقت من دارم میگم که این هست یک میز و یا این یه میزه. به این ترتیب صداش همونه، ایتس با ایتس، اما مالکیت بدون آپاستروف هست چون مخفف شده یه چیزی نیست. پس من میخوام بگم مثلا پایه میز شکسته، میگم ایتس لگ ایز بروکن، ایتس لگ ایز بروکن. این ایتس این یکی هست که اینجا هستش و آپاستروف نداره. اوکی بریم سراغ مورد بعدی که لو هم رفت، یک بار خودش اومد بالا. وی هست، برای مالکیت وی میگیم آر. آر رو حالا یک بار پیش از این هم در رابطه با تلفظ ها صحبت کردیم. تلفظ های منطقه‌ای با هم دیگه فرق میکنه، بعضی ها آر تلفظش میکنن، بعضی ها نه حالات آر. من حالا به آر چون تلفظ میکنم به این تلفظ آشنا هستم. بعضی ها بعضی جاها آر تلفظ میکنند و بعضی ها our our یا همچین حالتی. این رو تلفظ میکنن، هر دو درست هست. شما هر کدوم رو میگید درست هست و میتونید اون یکی رو هم بگید اگر که بخواید و لازم نیست به کسی گیر بدید اگر اون یکی شکل رو گفتش. فقط آشنا باشید که اگر جایی شنیدید بتونید متوجهش بشید. همین. اوکی پس آر یا our برای مالکیت وی، مثل our house, our money, our city, okay, our country. دوباره یو جمع هم مثل یو مفرد و همون ترتیب هست و your میشه و هیچ چیز اضافه تر نداره. تلفظش به همون ترتیبه. با توجه به اینکه به کی خطاب میشه ما میتونیم بفهمیم که مفرد هست یا جمع هست. okay. و they هم مثل you همون صدای رو رو بهش اضافه میکنیم و میشه their. اوکی پس my hand, your hand, his hand, her hand, its hand, our hand, your hand, their hand. اوکی به این ترتیب ما حالا میتونه hands باشه. به این ترتیب ما از این چند تا برای گفتن مالکیت افراد استفاده میکنیم.